حاکم نیشاپور و کشاورز. روز حاکم نیشاپور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود که مرد میان سالی را در حال کار کردن بر روی زمین کشاورزی دید. حاکم پس از دیدن آن مرد بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند. روستایی بینوا با ترس و لرزه در مقابل تخت حاکم ایستاد و دستور حاکم لباس گرانبهای بر او پوشاندند. حاکم گفت یک قاطر راهوار به همراه افسار و پالان و خوب به او بدهید. حاکم که از تخت پایین آمده بود و آرام قدم می زد به مرد کشاورز گفت می توانی بر سر کارت برگردی. ولی همین که دهقان بینوا خواست حرکت کند، حاکم سیلی محکم پس گردن او زد. همه ایران از آن عطا و حکمت این جفا منتظر توضیح حاکم بودند. حاکم از کشاورز پرسید مرا می شناسی؟ کشاورز بیچاره گفت شما تاج سر رعایا و حاکم شهر هستید. حاکم گفت آیا پیش از این مرا می شناسی؟ سکوت مرد حاکی از استیصال و درماندگی او بود. حاکم گفت به خاطر داری 20 سال قبل من و تو با هم دوست بودیم. در یک شب بارانی که در رحمت خدا باز بود، من رو به آسمان کردم و گفتم خدایا به حق این باران و رحمتت مرا حاکم نیشاپور کن. و تو محکم پس گردن من زدی و گفتی که ای ساده دل، من سال هاست از خدا یک قاطر با پالان برای کار کشاورزیم میخواهم. هنوز اجابت نشده. آن وقت تو حکومت نیشاپور را میخواهی؟ یک بار خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد. حاکم گفت این قاطر و پالانی که میخواستی. این سیلی هم تلافی همان ضربه ای بود که پس گردن من زده بودی. فقط میخواستم بدانم که برای خدا حکومت نیشاپور یا قاطر و پالان فرق ندارد. فقط ایمان و اعتقاد من و توست که فرق دارد. از خدا بخوا، فقط بخوا و زیاد هم بخوا. خدا به نهایت بخشنده و مهربان است و در بخشیدن به انتهاست. ولی بخواستت ایمان داشته باش.